سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام نشون بدم چطور میتونیم زیرنویس انگلیسی رو به زیرنویس فارسی تبدیل کنیم. بعضی وقتا بعضی فیلم ها میبینیم که زیرنویس انگلیسی داره ولی زیرنویس فارسی نداره. من دیشب این کار رو انجام دادم برای یه فیلمی و زیرنویسش رو با پایتون تبدیل به فارسی کردم و خیلی جالب شد. ببینید، برای این کار من چند تا لایبرری و پکیج مختلف رو تست کردم. یه سریاشون خوب نبودن ولی خوب آخرش اونی که پیدا کردم و کارو خوب انجام داد پکیج گوگل ترنسلیت بود. اینو ایمپورت میکنیم گوگل ترنس. البته باید از این ایمپورت ترنسلیتر. خب الان برای استفاده از گوگل ترنسلیت اول باید یه آبجکت ترنسلیتر از کلاس ترنسلیتر تشکیل بدید. خب الان اون خطی یا جمله‌ای که می‌خوایم ترجمه کنیم باید به شکل استرینگ باشه. از انگلیسی به فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم، حالا یه جمله ساده I love programming. برای اینکه اینو ترجمه کنید تنها کاری که کافیه بکنید اینه که از آبجکت translator translate جملتون یا استرینگتون. حالا اینجا شما هم میتونید زبان مقصد رو تعریف کنید هم مبدأ رو، یعنی بگید که از انگلیسی به فارسی تبدیل کن، ولی چون زبان مبدأش اوتو دیتکته، یعنی به صورت اتوماتیک تشخیص میده چه زبانیه، حالا اگه انگلیسی بود بذارید باشه، ولی در حالت کلی SRC زبان مبدأه که من تعریف میکنم انگلیسیه، زبان مقصد هم فارسی. حالا این یه خروجی به ما میده لاین فارسی که معلوم باشه چیه و اونو پرینت کنیم. ببینید الان کامل ترجمه کرد. من عاشق برنامه نویسی هستم. حالا این حالتی که ما داریم، ببینید اگه من یک فایل زیرنویس رو براتون باز کنم، فایل زیرنویس با فرمت SRTه. اگه یه فایل زیرنویس رو باز کنید میبینید که یه سری متنهان، یه عدد زمانش از چه دقیقه ای تا چه دقیقه باشه، بعد جمله است. خب الان برای اینکه کل این متن رو ما بخوایم ترجمه کنیم میتونیم یه دستوری بنویسیم. اولا این فایل رو بخونه، خط به خط بیاد، خطهایی که اینجوری عدد و زمان کاری نداشته باشه ترجمه نکنه، خطهایی که متن رو ترجمه کنه و اینا رو توی فایل دیگه بنویسه. حالا من مسیری که میخوام فایل رو ازش بخونم و اسم فایل زیرنویسم رو اینجا پیست کردم. حالا ما تنها کاری که کافیه بکنیم اینه که بذار اینو کامنت کنم، چون دیگه خطها رو از خود فایل SRT زیرنویس قراره بخونیم. چجوری فایل رو میخونیم؟ شما اول وقتی میخواین یه فایل رو باز کنید میگید with open اسم فایلتون یا مسیر فایلتون. من مسیر فایلم از دستور OS میخوام استفاده کنم. OS path join، این مسیر فولدر رو، اینا رو فولدر رو اسم فایل رو میتونید جدا بدید. file path file name از F read lines. خب این دو خط اول میاد همه خطهای این فایل تکستی که نشونتون دادم یا فایل زیرنویسی که نشون دادم رو میخونه و توی این ذخیره میکنه. حالا من میخوام یه فایل دیگه باز کنم که فایل تکست باشه و بعد اینکه ترجمه کردم اینا رو توش بنویسه. این لاین ها یکی یکی لاین های اینو داره و ما میتونیم بگیم که for line in sublines. خطا رو که یکی یکی میخونیم توی اینجا، اگه اون خطی باشه که عدد باشه یا زمان باشه خب نیاز به ترجمه نداره و ممکن اصلا سیستم زیرنویستون رو مختل کنه. پس باید یه شرط بذاریم که اگه عدد بود خودشو بنویس، اگه متن بود ترجمهش کن، ترنسلیتش کن. حالا چجوری بگیم اگه عدد بود؟ میتونیم بگیم که اگه یه لیستی از اعداد من داشته باشم، مثلا نامز مثل این، ولی به فرمت استرینگ باشن، بگم اگه لاین انگلیش صفر یعنی کاراکتر اولش داخل لیست نامز بود، یعنی چی؟ یعنی عدد بود، خودش رو تو فایل جدید بنویس
در غیر این صورت که دیگه اصلا میشه else، در غیر این صورت بیا با همین دستوری که اینجا یاد دادیم، این دستور ترجمهش کن، بعد اینو تو فایل بنویس. حالا برای اینکه تو فایل بنویسیم، اول ما باید یه فایلی رو باز کنیم، دقیقا مثل همین دستور. یه دونه هم باید مشخص کنیم که اینو یه W باید بنویسیم که وقتی اینو اوپن میکنی به صورت رایت باید باشه، یعنی بشه روی فایل نوشت. خب این میاد یه فایل با همین اسم ولی با پسوند تکست ایجاد میکنه که اجازه نوشتن روش رو هم داریم. حالا وقتی یه چیزی رو میخوایم بنویسیم با استفاده از دستور f.write مینویسیم اون دستور رو. الان ما میتونیم این لوپ رو بیایم داخل همین بذاریم، بگیم که وقتی اینو باز کردی، این فایل رو باز کردی، بیا یکی یکی خطوط اون فایل ساب تایتل رو بخون و اگه اون خط عدد بود یا زمان بود خودش رو بنویس تو این فایل. پس میگیم if write line. اما اگه متن بود ترجمهش کن با استفاده از این دستور و ترجمهش رو بنویس line. خب اینجا خروجیش باید یه المان تکست هم بذاریم. خب این الان یه ارور داد. چرا؟ بیایم پرینت کنیم هر لاینی که میخونه رو پرینت کنیم ببینیم که کجا ارور میده، بر چی ارور میده. ببینید این خط تو پرینت کرد، این اصلا اولش نمیدونم چیه، اینم اوکی بود، اینجا ارور داده. خب اینجا تو این خط ارور داده و میگه که آها، من فکر میکنم اینجا مشکل داره. ببینید اینجا که لاین خالی میشه، اینو باید ترنسلیت نکنیم، اسکیپش کنیم. این میشناستشون، این یعنی شما وقتی اینتر میزنید میره خط بعدی با اسلش ان نشون داده میشه. برای همین باید این شرط هم بذاریم که اگه فقط خط خالی بود، رفته بود خط بعدی، دیگه لازم نیست اونو ترجمه کنی. توی داکیومنتمون هم همونطور یه دونه خط خالی بنویس if write. توی داکیومنت تکست بعدیمون هم همینو بنویس. خب الان دیگه اینو لازم نیست بنویسیم، ببینیم داکیومنتمون رو مینویسه به صورت کامل یا نه. خب ران شدنش تموم شد، بیام چک کنیم ببینیم چه جوری شد. ببینید الان همه رو ترجمه کرد. حالا ببینید این ترجمه در حد ترجمه گوگل ترنسلیت دیگه، هیچ وقت با ترجمه مترجمه خوب برابری نمیکنه، ولی وقتی دیگه هیچ چاره ای ندارید یا یه فیلمی میخواید ببینید که ساب تایتل نداره، میتونید از این استفاده کنید. حالا بیام یه تست بکنیم ببینیم چه جوری شد. خب اینم از این، امیدوارم براتون مفید باشه. بر من جالب بود، مرسی که دیدید. فعلا تا ویدیوی بعد، خداحافظ.